دوره حساسیت. بیماری تنفسی گاو یکی از رایج‌ترین و جدی‌ترین مشکلات در صنعت سلامت حیوان می باشد و می تواند منجر به خسارت اقتصادی گردد. به منظور کاهش آسیب‌های بالقوه، بهترین انتخاب درمانی باید به کار برده شود. اولین درگیری سیستم تنفسی با ورود ویروس‌ها به درون دستگاه تنفسی از طریق مجاری هوایی انجام می‌پذیرد. به دلیل عملکرد موکوسیلاری سلول‌های پوششی مژک‌دار یافت شده روی سطح مجاری تنفسی، اولین خط دفاعی بدن را ایجاد می‌کنند. ویروس‌هایی که به صورت عادی در تلاش برای ورود به داخل بدن هستند، به وسیله این مکانیسم دفاعی رانده می‌شوند. اگرچه بسته به تعداد ویروس‌ها سلول‌های پوششی آسیب می‌بینند، در نتیجه ویروس‌ها می‌توانند از اولین خط دفاعی بدن عبور کنند و به راحتی وارد ریه‌ها شوند. ویروس‌ها در ریه فاگوسیته می‌شوند. در همین زمان سلول‌های ریوی تیپ 1 به آرامی به وسیله سلول‌های ریوی تیپ 2 جایگزین می‌شوند. در حالی که فعالیت فاگوسیته کاهش می‌یابد، تبادل گازی به صورت منفی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به طور عادی بدن قادر به ترمیم آسیب ایجاد شده به وسیله ویروس ها می باشد. بعد از یک دوره 7 تا 10 روزه، هم سلول های مژک‌دار روی سطح پوششی و هم سلول های ریوی بازسازی می شوند و عملکرد خط سیستم دفاعی طبیعی بدن به حالت قبلی برمی گردد. اگرچه تحت شرایط فیلد، حمله های ویروسی اغلب به وسیله حمله های باکتریایی ادامه می‌یابد، خطر زیادی از عفونت های باکتریایی فرصت طلب وجود دارد. بدن به دلیل کاهش پاکسازی سیستم موکوسیلیاری و فعالیت فاگوسیتی ناشی از عفونت ویروسی نسبت به بیماری های باکتریایی حساس باقی می‌ماند. در ابتدا جایی که ریه و سلول‌های پوششی آسیب دیده از حمله‌های ویروسی شروع به بازسازی می‌کنند، شروع زمان دوره حساسیت می‌باشد.